سلام، امروز قراره طراحی اندام مانکن رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول از همه باید یه خط صاف بکشید و اون رو به 10 قسمت مساوی تقسیم کنید. توی تصویری که میبینید ما هر قسمت رو 2 سانتی‌متر در نظر گرفتیم. اندازه تقسیم بندی ها با اندازه سری که شما روی مانکنتون رسم میکنید باید برابر باشه. در کل توی طراحی مانکن اندازه سر خیلی مهمه، پس این نکته رو در نظر داشته باشید. اگه هنوز طراحی سر رو بلد نیستی، برگرد و ویدیوی قبلی رو ببین که کامل یاد بگیری. تقسیم بندیایی که داشتیم رو با یه خط جدا می‌کنیم که کاملا مشخص بشه. خب حالا بریم ببینیم که اسم این خط‌ها چیه. خط اولی خط شانه، بعدی خط سینه، بعدی خط کمر، بعدی خط فاق و به فاصله 2.5 قسمت پایین تر خط زانو رو میکشیم و به همون فاصله خط قوزک رو هم رسم میکنیم. یادتونه بهتون گفتم که توی رسم اندام اندازه سر خیلی مهمه. عرض شانه ما اندازه 2 برابر اندازه سره، یعنی وقتی که سر ما 2 سانتی‌متره عرض شانه ما 4 سانتی‌متر میشه. عرض کمر به اندازه 1 سره و عرض باسن هم به اندازه 2 سر، یعنی 4 سانتی‌متر رسم می‌کنیم. با علامت گذاری هایی که کردیم 2 تا زوزنقه تشکیل میدیم. یکی برای بالا تنه و یکی برای پایین تنه. به جای هر مفصلی که وجود داره ما باید یک دایره رسم بکنیم. الان مفصل های دست رو رسم میکنیم مطابق با ویدیویی که میبینیم. و همینطور مفصل زانو رو رسم میکنیم. با اتصال مفاصل به هم دیگه میتونیم عضلات دست رو رسم بکنیم. حالا نوبت به رسم پاها میرسه. الان وقت اون رسیده که خطوط رو نرم بکنیم و شکل کلی مانکنمون رو به دست بیاریم. به مراحل رسم دقت کنید. اگر هنوز طراحی سر رو بلد نیستی، لطف کنید ویدیو قبلی رو نگاه کنید و قسمت سر مانکنتون رو تکمیل کنید.